اصطلاح دیگه‌ای که باز از ورد استفاده میکنه در خودش، و به هر حال حالا میشه گفت یه به واژه جمعی مثل مثلا میگیم انیمال، بعد انیمال خودش کلی زیر شاخه داره، واژه بعدی اف ورد هستش. چون به هر حال ممکنه زیاد شنیده باشیدش، میگن مثلا don't use f words یا مثلا هر چیزی مانند این. اف ورد به چی برمیگرده؟ اف ورد به در واقع دشنام برمیگرده، به فوش برمیگرده، واقع بددهنی و فوش رو ما همه رو در زیر میاریم زیر مجموعه یه چی اف ورد. خب به هر حال نمیخوایم وقتی که میخوایم بهشون ارجاع کنیم در رابطه با فوش، وقتی میخوایم صحبت کنیم نمیخوایم که مثلا اونها رو به زبون بیاریم، از دستشون استفاده میکنیم و میگیم اف ورد. گاهی وقتا ممکنه شما مثلا اف ورد رو ممکنه حال بیشتر شنیده باشید، رایج‌تر هست. مورد دیگه که داره باز به همین معنی هست فول لتر ورد هستش، یعنی واژه چهار حرفی. وقتی میگم واژه چهار حرفی منظورمون همون اف ورد هستش، که اون میگم کمتر استفاده میشه، اف ورد بیشتر استفاده میشه و به فوشای برمیگرده که با همون اف هم آغاز میشن. و حالا مثلا ممکنه فقط دیگه به حالت یک جمله، یک واژه ازش استفاده میکنیم، معنی های دیگه ای نداره، یعنی همون فوش. اوکی، حالا مثلا میگیم که don't use f words in this place، مثلا ناسزا گفته نشه تو اینجا، یا ناسزا نگید، یا نمیدونم no f word is tolerated، هیچ استفاده از مثلا ناسزا حرف فوش و اینها در این مکان مثلا مورد پذیرش نیست، is not tolerated یعنی باهاش برخورد میشه، یعنی وقتی میگیم مثلا هر گونه فلان چیز برخورد خواهد شد، توی زبان خودمون میگیم برخورد میشه، توی انگلیسی میگیم چی؟ will not be tolerated یا is not tolerated، یعنی پذیرفتنی نیست، یعنی باهاش کنار نمیایم، یعنی همون باهاش برخورد خواهد شد، یعنی تذکر میدیم، یعنی هر چیزی مثل این. اوکی، حالا کلا توی چه جمله استفاده بشه مهم نیست، میتونه توی هر جمله استفاده بشه، اما وقتی میگیم f word مثلا ممکن بگیم که آره مثلا in that movie they use f words from the beginning to the end، مثلا تو اون فیلم از اول تا آخرش فوش بود، مثلا فوش استفاده کرد. به هر حال تو هر جمله شما ممکنه اینو استفاده بکنید، f word برمیگرده به فوش، به این معنی هستش. اوکی،